نزدیک قسمت غربی همان کوروش است. دیگر اینکه در آستان آثار باستانی ارامنه این دیوارها به این دیوار میگن هاگورایی. توجه کردید؟ یعنی در ارمنستان به این دیوار میگن هاگورایی و معنای این لفظ سنگه کوروش یا معبر کوروشه. پس میبینیم که در آثار باستانی ارامنه هم این اشاره شده و معلوم است که نوشته هایی که ارامنه عزیز ما در مجموع از این موضوع نقل کردن به محل تنگه به منزله شهادت محله است که این سد بنا شد. همونطور که گفتیم یوسف یهودی که از آن دیدار کرده بوده و پس از اون مورخ معروف پروکویویس در قرن ششم میلادی هم درباره اون یه شرحی نوشته. تا اینجا بحث ما راجع به ذوالقرنین یا یاجوج و ماجوج هم و بنای سد به پایان میرسه. میرسیم به معنی خور شدن سد ذوالقرنین و تصور من اینه که دیگه در اینجا به خاتمه صحبت در مورد ذوالقرنین میرسیم. حالا باید ببینیم که معنای دک چیز که در تازینامه اومد. دک سد ذوالقرنین رو از علائم روز قیامت شمرده. فاذا جاء وعد ربی جعله ودکا. دیگر اون که با شدن راه یاجوج و ماجوج از هر جانب و سرازیر شدن آنها رو به سوی شهرها و سرزمین های دیگه از اون علائم میشمرد و شکستن سد و از سرازیر شدن اونها از ملاهم و مسائلی است که در خود تازینامه به آن اشاره شده. مانند تا اذا فتحت یاجوج و ماجوج هم من کل حضبان انسالونه و افتراب الوعد و حق اذا هی شاخصتن ابصار الذین کفروا و یا ویلنا قد کنا فی قفلت من هذا بل کنا تل مهین. تا زمانی که یاجوج و ماجوج گشوده می شود و آنها از هر مکان مرتفع و کوها و تپه ها سرعت سرازیر می شدن و وعده اون الله رو نزدیکر می کردن. پس اینجا دیدگان کسانی که کفر زیده اند از شدت خوف و وحشت این اصطلاح آیه ها مراجعه می کنند. می گن که ای وای بر ما، ما از بروز چنین حادثه‌ای در قفلت بودیم، حقا ما از ستمکاران بودیم. ما در این پاورقی از بسیار مطالب متعددی جمع‌آوری کردیم، از هفته گذشته مقداری از آنها را برای شما گفتم و از تازینامه برای شما آیه آوردیم و اقتباس از آیه 64 از سوره 17 لاسرا است که می گفتش که استغرز من استعط منهم یسعونک و اقتباس از آیه 8 از سوره 63 المنافقون والله العزة بالرسول والمؤمنین لكن المنافقین لا يعلمون و اقتباس از آیه‌ای که در سه جای تازینامه با این کلمات اومده. اولش آیه 120 از سوره 9 التوبه ان الله لا يضيع اجر المحسنین و آیه 115 از سوره 11 هود و عسیر قال الله لا یزی و اجر المحسنین. پس بعد از آیه 90 از سوره 12 یوسف انه و من یتق و یسیر آن الله لا یزی و اجر المحسنین. اقتباس همچنین از آیه 56 از سوره 7 الاعراف از روزت الکافی تبع متبعت هیدری صفحه 66 تا صفحه 42 قصال قابل اشرت حدیث 13 از تبع هیدری که برای شما عرض کردم زمانی که اینو خدمت شما میگفتم صفحات 431 و 432 هار الانوار تبع حروفی صفحه به اصطلاح جزوه ششمش صفحه 303 صحیح مسلم از تبع محمد و فواد عبدالباقی بیروت جزوه 4 از کتاب الفتن اشراط الساعته
و صفت و صفحه های مسلسلش از 2225 تا 2226 و خصال باب الاشتراط حدیث 46 و از تبع حیدری صفحه 446 و 447 همچنین در حدیث 52 از همین باب همین روایات را با مختصر اختلافی در لفظ یا سند متصل از ابی الطفیل از حذیفه آورده و که در خروج عیسی بن مریم را هم بیان کرده. البته آیه دیگری هم هست که استفاده شده، آیه 158 از سوره الانعام، آیه 98 تا 101 از سوره الکهف، تفسیر المیزان و در آیات 83، 86 و 94 از سوره الکهف. من دیگه به بقیه جزواتی که از این در این مورد استفاده شده از حتی سید صدرالدین بلاقی در فرهنگ قصص قرآن، البته من اشکال زیادی با این شخص دارم در مورد نوشتجاتش و از انتشارات امیر کبیر هم اتفاقا هست در پیرامون نظریت ابو الکلام کلام آزاد بحث بلیقی نموده در صفحه 364 و حتی گراور اون مجسمه رو هم تصفیه کشیده. بد نیست اتفاقا، جالب عزیزان اگر توانستن رو به دست بیارن و بهش توجه کنن. در صورت ما در اینجا رسیدیم به پایان صحبت ذوالقرنین. اگر عزیزانی علاقه من بودن که پی دی اف این ذوالقرنین رو داشته باشن میتوانن با رادیو ندای پادشاهی تماس بگیرن، تلفنایی که در اختیارتون هست و من با کمال میل عزیزانی که آدرس ایمیلشون رو بدن، البته فکر میکنم مشکل باشه از طریق ایمیل ولی بعدا میتونم تماس بگیرم با گرامیان و یا از طریق ایمیل و یا از طریق اسکایپ و هر راهی که وجود داشته باشه حتی پست کردن برای عزیزان بفرستم. در صورت خوشحال میشم که اگر علاقه من بودید این رو در اختیارتون بذارم. البته من در فکر این هستم که سایتی باز کنیم و این رو حتی در سایت بذاریم، عزیزان بتونن اون رو یا مطالبی رو که ما صحبت میکنیم و از روی تاریخ هست این تاریخ ها رو تبدیل به اصطلاح به پی دی اف کنیم، در اساس همیهنان بگذاریم که بتونن اون رو دانلود کنن و داشته باشن. من یه بعضی اگر پروانه بدید از اتاق فرمان ببینیم چه و اندازه وقت باقی مونده که بدونیم آیا بریم سراغ تاریخ به اصطلاح تاریخ با ما چه کرد یا اینکه 17 دقیقه مثل این که وقت داریم، پس میپردازیم به آغاز گفتمان در مورد تاریخ با ما چه کرد. بار دیگر درود بر شما نیک پنداران، نیک گفتاران و نیک کرداران همیهن. و صحبت‌های زیادی ما کردیم در مورد سلمان فارسی و در مورد مسائل مختلف، در مورد کوروش بزرگ حتی در تازینامه هم از آن گفتار شده. و سلمان فارسی در واقع گمان من یک جانور شگفت انگیزی بوده که آمد و مرامنامه‌ای خشن رو به جهان ارائه داد که جز درد و بدبختی و بیچارگی و جهالت چیز دیگری رو در آن نداشت و این شاهزاده ایرانی خائن برای رسیدن به اهدافش یک ایدئولوژی رو بر ما تحمیل کرد که امروز 1400 سال گرفتار اون و این ایدئولوژی همان مذهبی است که برای ما برمغان اسلام. جایی که از این ایدئولوژی در کشور ما صورت گرفت از نوع بدترینش در جهان و به جرأت میشه گفت از بدترین جنایت هایی که در تاریخ صورت گرفته توسط قاضیان در میهن ما صورت گرفت، آن هم در مورد ملتی صورت گرفت یکی از پیشرفت‌ترین، باشخصیت‌ترین، والاترین و آزاد مردان و آزاد زنانی بودند و هستند در جهان میشه آن را پیدا. تعصب بسیار زیادی در مورد هممیهنان هم دارم و در مورد کشوری که در آن به دنیا آمدم و در مورد میهنی که به آن مدیونم. سلمان فارسی فرد کمی نبود، آدم کمی نبود، فردی بود که مکانهای زیادی رو دیده بود
تجربیات بسیار بسیار عمیق و اندوخته بود از شگفتی‌های بسیار بسیار زیاد. ما در سوره های سجده که بخش سیاسی تازینامه است، آیه 5 ابراهیم، 24 و 43 و 47 از بقره، آیه 47 هج، سوره 47 از سوره الاعراف، این مسلمین خیلی به این آیه ها می نازن و هر وقت که با ناصحبت می کنی فوری به این چند آیه جو می کنن، اون رو اعتاب می کنن به طرف ما. ما به موقع خودش به این آیه ها خواهیم پرداخت، ولی تا اونجایی که ما تازینامه رو بازگشایی کردیم و فکر می کنم، اگر گمان می کنم، اگر اشتباه نکنم، آیه 98 یا 95 از سوره البقره رسیدیم.